بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع پروژه ما با اجازه استاد و دوستان، موضوع پروژه بررسی نقشه‌های مسائل ساختمانی در مقاومت سازی ساختمان. فرست عناوین مقدمه تاریخچه مقاومت سازی یا همو فنداسیون یا تداب، چرا ساختمان نیاز به مقاومت سازی دارد، روش های مقاومت سازی ساختمان در برابر زلزله، چرا به روش های مقاومت سازی ساختمان در برابر زلزله نیاز داریم، انواع مقاومت سازی ساختمان در برابر زلزله. شماره یک، مقاومت سازی ساختمان با استفاده از دیوار بروشی. شماره دو، مهاربندی یا بادگیره، روش های متفاوت در مقاومت سازی. شماره سه، مقاومت سازی ساختمان در برابر زلزله با ملاگرده یا ملگرده. شماره پنج، مقاومت سازی ساختمان با استفاده از شاتکریت. شش، جداسازی های زلزله، راهکارهای نوین برای افزایش مقاومت ساختمان. شماره 7، مقاومت سازی ساختمان به روش های ژاکت بتونی. شماره 8، مقاومت سازی ساختمان به روش های کامپوزیت. شماره 9، مقاومت سازی ساختمان به روش ژاکت فولادی. مقاومت سازی ساختمان در برابر سیل. مقاومت سازی ساختمان در برابر آتش سوزی و حریق. مقدمه مسکن و مقاومت سازی در بخش مقدمه مسکن و شرایط عامل آن یکی از مهم و محوری زندگی مردمه، چون که در قدیم آن بخش ساختمان و مسکن از اینا مورد استفاده خیلی قرار نمی گرفت و توجه قرار نمی گرفت. و حالا در بخش هایی که بسیار بسیار خطرات تصادفی یا طبیعی واردی مسکن و زندگی مردم شده، اینجا بیم در دانشمندا در بخش مسکن مقاومت سازی بسیار توجه کرده و در بخش مسکن اینا در بخش استحکام پایداری ساختمان و ایمنی ساختمان در بخش های بعدی مورد استفاده قرار میدیم و بررسی میکنیم. سعی کنیم تاریخچه مقاومت سازی. خود تعریف مقاومت سازی، عکس العمل جسم در برابر تغییر شکل مقاومت آن جسم میگوید و علمی که مقاومت مواد را بررسی میکند به نام مقاومت مسالی یاد میشود. خود مقاومت از تاریخچه مقاومت سازی از زمان قدیم بسیار بسیار رایج بوده و مورد استفاده قرار میگیرد و برمیگردیم در ابتدای قرن هفتم هفدهم میلادی، زمان گالیله. قبل از گالیله دانشمندان مهندسین معماران و در بخش های مختلف استفاده میکردند، از روش های غیر علمی استفاده میکردند. وقتی که گالیله در زمان گالیله که برسید، گالیله اولین شخصی بود که روش مقاومت سازی بارها مورد استفاده قرار گرفت و در کشتی هایی که میره به جنگ و اونجگا همون مقاومت سازی در کشتی ها مورد مطالعه قرار گرفت. بعد از گالیله، قبل از گالیله که بوده، دانشمندان از روش غیر علمی استفاده میکنند. گالیله اولین باری بود که روش مقاومت سازی در بارهای اولین بار در کشتی های جنگی بررسی کرد. بعد بیام و در بخش ساختمان و دیگه بخش های مثلا پول و پلچک و اینا همه که مورد استفاده قرار میگیره. خودی در دانشمندان در بخش تیپ باشه، در بخش انجینری باشه، در بخش معماری باشه، در بخش دیگه بخش هایی که مورد استفاده قرار میگیره، اینجا توجه زیادی در بخش مقاومت سازی قرار گیره، چون که وقتی سازه میساخت دوباره بعد خطر رو تهدید میکرد، توسط زلزله بود، توسط طوفان بود، توسط باد بود، دیگه عوارض طبیعی بوده، دیگه حوادث طبیعی مورد توجه خود مسکن قرار میگیره، از بین میره. اینجا بود که گالیله بیامد، یک
بارهای مورد مقایمه سازی مورد استفاده قرار گرفت و توجه خاصی کرد. خود پی یا فانداسیون یا همو تاداب یک بیتی هست میگه خشت اول چون نهر میمار کج تا سوریار تا سوریا میرود دیوار کج. اگر ابتدای همو ساختمان یا همو خشت اگر ابتدای ساختمان همو خشت درست نباشه ساختمان تا آخر همو یا کج میره یا خراب میشه یا مورد خطر واقع میشه. هر کاری همو تا ابتدا باید درست و سالم باشه تا آخر همو تا برد درست و با استحکام باشه پایداری باشه محکم ساخته شود. هر کاری همو شکل و در ساختمان بسیار توجه در ابتدا اگر درست بره تا آخر انشاءالله درست میره. چرا ساختمان نیاز به مقایمت سازی داره؟ زمانی که ما از مقایمت سازی ساختمان صحبت میکنیم روش هایی هست که بتوانند مقایمت بالایی در برابر بارهای وارده داشته باشد در شرایط عادی در دیگر شرایط داشته باشد. اگر طبق همو استاندارد جهانی یا استاندارد محلی اگر ساختمان ساخته باشه یا دیگر سازه ساخته باشه هیچ تهدیدی هیچ خطری او تهدید نمیکنه. اما اینجا هست که در وقت اجرای ساختمان یا در وقت خود طراحی ساختمان چه اشتباهاتی رخ میده که مورد مطالعه قرار میدیم بررسی بکنیم. در وقت اجرای ساختمان گاهی اوقات اجرای ساختمان به مطابق همون نقشه پیش نمیره. خطای ممکن هست که توسط همو انجینران یا مهندسین وارد بشه به سازه. اینجا هست که سازه درست تا آخر با استحکام و پایداری و مقایمه سازی پیش نمیره. بعض وقت خطا در تو وقت طراحی پیش بیاید. وقتی که همو نقشه آماده میشه طراحی میشه خطا توسط مهندسین یا توسط همو کسایی که سازه بنا میکنند و چکار بشه وارد ساختمان میشه. این جگاهی که ساختمان چکاره مشکل پیدا میکنه. بعض وقت خطا در وقت کاربری ساختمان مثلا یک ساختمانی که برای سکونت یک ساختمانی که برای تجارت اینا همو نقشه و همو ساخت و اینا همو فرق میکنه. اگر هر دو تا گدوار بشه مثلا برای سکونت همو نقشه ساختمانی تجاری بیایی یا از برای تجاری نقشه سکونت بیایی این جگاهی که بازم مشکل پیدا میشه. و خورسودگی ساختمان یک مشکلی که ایجاد میشه وقتی زمان زیاد بر روی سازه یا ساختمان بگذره این جگاهی که ساختمان مقایمت رو از دست میده. بخشی روش های مقایمت سازی ساختمان در برای زلزله یکی از بزرگترین حوادث طبیعی که مورد توجه مردم یا منطقه قرار میگیرد حوادث زلزله. بسیار در کشورهای از قدیم تا امروزی زلزله ایجاد میشه و مردم تهدید میکنه. خیلی انسانها توسط زلزله از بین برفته، مسکنهای یا خونهای از بین برفته، مسکنهایی که خیلی با هزینه زیادی با گذابی هزینه گذابی آماده میشه بعدا از چکار میشه توسط زلزله از بین میره. حالا روش های مقایمه سازی ساختمان در برابر زلزله نیاز داریم. خود دلیلی بگفتیم که چون که زلزله یک حادثه طبیعیه از قدیم هم بوده حال هم هست این را توسط انسان ها کنترل نمیشه. بعضی شرایطی هست بعضی چیزهایی هست که میتونه یک ساختمان در برابر زلزله بعضی روشهایی هست که مقاومت داشته باشه توسط زلزله ایجاد بشه مقاومت نشون بده نتونه از بین بره. روشهایی هست اما خودی پیش بینی نمیشه. مثلا سیل که هست پیش بینی میشه که میتونه آدم کنترل کنه سیل طوفان و اینا اما زلزله نمیشه. باز در مبحث بعدی بررسی میکنیم. انواع مقاومت سازی ساختمان برای زلزله یک روش مقاومت سازی با استفاده از دیوار برشی. دیوار برشی شکلی هست که وقتی زلزله ایجاد بشه دیوار برش میکنه از بین میره. اما اینجا هست با روش های گوناگون میتونیم اون کنترل کنیم. روش دوم که هست مهاربند یا بادگیر در شکل نشان داده میشه پایین نشان داده میشه شکل ستون سازه داده میشه او مهاربند یا بادگیر در مقابل زلزله در مقابل طوفان در مقابل باد و اینا سازه نمیگذاره که حرکتی جانبی کند یا انتقالی کند سازه نگه میداره و او
خونسا میکنه، باری که یا بوهی که بزو وارد میشه از بین میبره و میمونه در حالت اصلی. روش سوم گهت مقاومت سازی ساختمان در برابر زلزله و میلاگرده، این هم همون شکل میلگرد وقتی سازه تیار میکنه در جاهایی که بیتر سازه مقاومت کمتر داشته باشه اون جگه میلگرد میده، از اون چه میلگردهای کلون میده که بتانه سازه همون وقتی که بار وارد بشه او کنترل کنه و از بین نه. میان خواب هم روش آسانیه، کم هزینه برای مقاومت سازی ساختمان از روش های بسیار آسانیه که در هر جا میتونی از او استفاده کنید. روش پنج که هست مقاومت سازی ساختمان با استفاده از شاتکریت. شاتکریت که هست سخت شکلی چی؟ و توسط دستگاه فشار داده میشه. همون جاهای خالیگی، پرسوریگی که هست از ساختمان مثل که پلستر، شکل پلستر واری داره. اونا هم پوشیده میشه و از خوردگی، زنگ زدگی و یا ترخترقی که مفتک روی ساختمان جلوگیری میکنه از بین میره. این یک نوع مقاومت در برابر زلزله است. جداسازی لرزه راهکار نوینی برای افزایش مقاومت ساختمانه. این هم جداسازی هم یکی هست که وقتی زلزله ایجاد میشه و او جدا میکنه، نمیتونه که به جای اصلی یا ستونهای اصلی ساختمان ضربه وارد کنه و از بین میره، خونسا میکنه. هفت، مقاومت سازی ساختمان رو برای روش جاکت بتونی. جاکت بتونی هم شکلی هست مثل پلستر واری، یا بگیم که خود شکل پلستر واریه. اونا رو هم نگه میدار محکم میکنه و نمیتونه زلزله بزو فشار وارد کنه. مقاومت سازی ساختمان برای روش های کامپوزیت. کامپوزیت هم اینا هم مثل همون روش های قبلیه. حالا اینجا هم یک ویدیو بخشی کامپوزیت و اینا هم داریم که تهیه میکنه مواد اجرا میکنه در بخش کامپوزیت پلمیر. اینا هم از خوردگی و اینا جلوگیری میکنه از ترک خوردگی و وقتی زلزله وارد بشه یا دیگه باری بزرگ قوه وارد بشه جلوگیری میکنه، نمیتونه از اون استفاده کنه. هم وزن سبوکی داره، هم کم هزینه، کاهش زمان اینا استفاده میشه. و اینجا هم های افراد میبینیم که های بخش کامپوزیت پلیمری اجرا میکنن. خب مقاومت سازی ساختمان به روش جاکت بتونی، اینا هم در وقت سازه تیار میشه. این را جاکت بتونی از پولاد، اینا هم در سازه استفاده میکنه تا در شرایط سختی، خطرات حوادثی گوناگونی بتانه مقاومت نشون بده و نتانه مشکلی وارد بشه. مقاومت سازی ساختمان در برابر سیله. سیل که هست یک مردم به چشم بد به سیل نگاه میکنه، چون که سیل هم یک بخشی غنیمت بهتره. وقتی به زمین ها میایه، به زمین او میخوره، گلی لایی هست در بخش زراعت استفاده میشه. و سیل که هست مثل زلزله نیه. سیل که هست پیشبینی میشه، مردم میره کنار مثلا خود دریا یا جایی که سیل میایه، وسط از اونا خونه درست میکنه، سیل هم که بیایه اونا رو میبره. باید در بخش سیل یک توجه خاصی داشته باشه، جاهایی که مثلا راروی آب یا محل آب اونجا خونه درست نکنه، چون که در زمستان جاهای بالا مثلا بارش میکنه، اینجا کس خبر نداره، یک سیل میای همه از بین میبره. سیل که هست در بخش خانه ها باید جاهایی ساخته باشه که نتونه در وسط آب باشه یا کنار آب باشه یا محل آب باشه. این میتونه یک پدیده خوبی باشه اگر درست استفاده بشه. مقاومت سازی ساختمان در برابر آتش سوزی و حریق، این یک بخش مهم در بخش چه آتش سوزی مقاومت سازی در برابر ساختمان و اینا میشه بگیم که وقتی ساختمان درست میشه از موادی ساخته میشه که بتونه 2 ساعت یا 3 ساعت یا 4 ساعت نسوزه ساختمان نباشه، چون که مردمی که داخل یک مثلا یک ساختمان 5 طبقه 10 طبقه هست، وقتی که آتش سوزی در یک طبق شروع میشه 3 ساعت 2 ساعت طول میکشه تا همه تخریب بشه از بین بره. اینجا هست مردم میتونه از ساختمان خارج بشه، میتونه مردم چیزای مهمی که از دارد از ساختمان خارج کنه. این یک که رویش خوبیه در بخش آتش سوزی که بعضی ساختمان هایی که پیشرفته ضد حریق داره،
سیستمی در وقتی که آتش سوزی باشه میتونه گل کنه از بین ببره، یا بعضی ساختمان ها یک ساعت تا دو ساعت مقاومت نشون بده ساخته نمیشه. در بخش ساخت سازه از مواد استفاده میکنه که نتانه زودی از بین بره، یکی دانه های منبسط شده، یکی دیگه روش های دیگه از عایق، از دیگه مواد های کیمیایی هست که میتونه استفاده کنه زود از بین نره. و روش های مقاومت سازی ساختمان در آتش سوزی بگفتیم از روش فولادی، تقویت فولاد بوتون و دیگه مواد مثل گچ سرامیک، الیاژ سرامیکی، تخته های سرامیکی، کوتینگ نسوز، پوشش ضد حریق، از اینا میتونیم استفاده کنیم. و بخش نتیجه گیری، ما در این بخش در این موضوع بفهمیدیم که مقاومت سازی از زمان قدیم، از وقت گالیله مورد توجه و استاندارد علمی قرار گرفت. گالیله اولین شخصی بود که خود مقاومت سازی بررسی کرد و تمام مهندسین یا دانشمندانی که در بخش ساخت و ساز و ساخت بود، اینا همون روش های گالیله استفاده کرد که بتانه همون سازه‌ای که درست میکنه بتانه چند مدتی از او استفاده کنه و مردم که در آنجا زندگی میکنه زود از بین نره. و دیگر روش هایی که از در برابر زلزله بوده، روش هایی که در برابر سیل بوده، طوفان بوده، اینا رو یاد گرفتیم. سازه در بخش مهاربند بوده، بادگیر بوده که باد ما کنترل میکرد. دیگر جاکت فولادی بوده، فلزی بوده، شاکریت بوده، از خوردگی و از ترک و اینا یاد گرفتیم. در حین وقتی سازه در حین ساخت باشه میتونه خطا به او وارد بشه و درست تا آخر پیش نره. ابتدا و این ابتدای ساختمان باید همون خشت اول باید چیکار کنیم، درستی انجام بدیم که سازه تا آخر پیش بره. و در هر مبحث باید ارزیابی صورت بگیرد که همین سازه که ساخته میشه باید تا آخر چیکار بشه، درست ساخته بشه، تا از او استفاده بشه، هزینه ای که مصرف میشه او باید درست بررسی کنن. و همین بود فعلا، خدا کنه خوب وار بشه شده باشه. خب تشکر میکنم از این جلسه به آقای رفعت با ارائه زیبا و همه جانبه خوب. خیلی بینید خانه آباد نتیجه گیری هم داشت، فرست مطالب هم داشت، مطالب این هم صورت مجزا و جدا از هم و واضح توضیح شد. از شما هم توقع میره درسته؟ و میتونید سلاید آمادگی بگیرید و ارائه کنید. خیلی خوب، تشکر خانه آباد. یاسین خواسته یا نیست؟ سلاید خوب بگذاری بگورو درسته؟ باشکه پروژه شما رو سیف کنم. سلاید خوب بگذاری بگورو.